به نام خالق توانا بینندگان گرام قدر تلویزیون آریانا لقامندان برنامه چراغ هدایت سلام و عرض عدب خسته نباشید با وقت نشد برنامه شما عزیزان رسیدین برنامه چراغ هدایت که در خدمت شما عزیزان قرار گرفت رفتن به مدینه منوره و حکم رفتن به مدینه منوره چیست؟ توجه فرمایید به سخنان چند از استاد امانالله احمدی در همین مورد در منا تساحل بعضی ها رو می بینیم که در منا تساحل میکنند مثلا مبید در منا یا شب تیر کردن در منا نزد سی مذهب ای واجب است بعضی ها در توافای نفلی مصروف می باشن. باز هیچ شب نمی آنم و که باید بعد از یوم النهر که اینا در قرآن کریم می که دو روزم <applause> اگر من وذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثمالي ومن تاخر فلا إثمالي عليه اگر دو شب من اینا نباشن هم صحیح من از بهتر است اما این امیرم اینا بعضی ها تساحل میکنن در حال که نزد بعضی مذاهب طيب مذهب ديگه اي واجب میباشه اشتباهات در زبه ایوان هم است بعضی ها ایوان خارج از حرم خصوصا حاجی که متمتع است یا قارن است خارج حدود حرم اینها قربانی میکنن ایرا کسایی که قربانی میکنن باید متوجه باشن وکیلی که میگیرن یا خودشان اگر میرن مسلخ هایی که از خود در حدود حرم است اما بعضی حالات هم شده بعضی خبر نداشتن نمیفهمن یا نوگا، ناغا هستن اقتداد اونا را فریب میتا در حالی قرآن میگه هدیم بالق الکعب با گفته شده این از جمله اشتباهات هست و بحث اخیر ما در باره مدینه است. بعضی ها در مدینه منوره وقتی که میاین بعد از اینکه حج تکمیل میشه اول فکر میکنن که به حج <تصفح> کسی که آمد حتما باید مدینه هم جز مناسک حج است این عقیده عقیده اشتباه خب که از افغانستان از جای دور میرن بعضیا خب وقتی که مکه رفتن خود طبعا مدینه هم میرن لیکن مدینه رفتن این جز مناسک حج نیست فرضا کسی آمد مکه حج ها تمام کرد پس آمد بازگشت کرد به وطن هیچ مدینه نرفت حج صحیح است مدینه زیارت مدینه جدا است اینجا وقتی که به زیارت مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم میرن در اونجا چند جای مصنون است که باید برن مسجد نبوی صلی الله علیه و سلام که میرن باسته بندگه در اونجا قبر رسول الله صلی الله علیه و سلام است وقتی که در مسجد نبوی به قصد نماز به مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم میرن در اونجا باز قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم زیارت میکنن بقیه است اهل بقیره در قبرهای از اونا میرن مقابر و همین قسم در مسجد قبا باید سنت اسپرن برن دیگه در احد شهدای احد غیر از این جاهای دیگر هم که بعضی ها فکر میکنن حتما باید رفته شد از جمله مساجد مثلا مسجد قبلتاین و مساجد سبعه به هر صورت باز هم میگه مثل که در مکه بعضی جاها با عنوان جاهای تاریخی خوب مسجد رفتنش بدون شک ثواب است اجر است اما این را فکر نکنن که جز امی مسائلی که به حج ارتباط داره یا در مدینه کس که میره جای مسنون ما برتون گفتم نماز خوندن در مسجد مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم است که یک نماز در مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم برابر است با هزار نماز در دیگر مساجد در حدیث میگه که صلات فی مسجد هذا هذا خیر من الف صلات فی سایر المساجد الا المسجد الحرام نماز در مسجد در مسجد ما رسول الله صلی الله علیه و آله مهربانی میکنند که بهتر است از هزار نماز در سایر مساجد مگر مسجد الحرام که باز جایگاه مسجد الحرام واضح است در اینجا دوستای عزیز ما باید متوجه باشن که بعضی جاها را از خود نرن باید مطابق به با مو رهنمایی که برشان داده شده دا مطابق به او عمل کنن یا معلمینی که از, اونها نظر بگیرن و موضوع دیگه که من هم میفهم چقدر ما وقت داریم در این مورد ما صحبت کنیم موضوع مصارف بازگشت از حج است که اگر وقت باشه انشالله باز ما در برنامه های بعدی در این مورد صحبت میکنیم بعضی, بعضی ها هستن در حج میرن پس دوباره که میان این مصرفی که اینا در حج کردن شاید زیادتر از او را میان باز در هتل ها حتی محافل میگیرن به نام محافل ختم مجالس ختم ختم قرآن با مناسبت بازگشت الحاج فلانی صاحب باز میبینیم که اونجا هم دیگه فقیر و مسکین وجود نداره همه اغنیا و سرمایه باز اولین عملی که اینا میکنن حس حجمن اصراف است که اصراف در اسلام حرام است من فکر میکنم که شاید به موضوع وقت بیشتر نداشته باشم انشالله اگر برنامه های بعدی وقت میاسر بود حتما در این مورد هم که مصارف گذافی که حجاج میکنن و بازگشت پس از حج میان در این مورد هم انشاءالله شاید ما صحبت داشته باشیم تا برنامه بعدی الله حافظ و ناصرتان و سلام علیکم و رحمت الله خوبانه نهایت گرانقدر در بخش دوم حال هم حدیث گوهربار از حضرت پیامبر امین را داریم رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرماید هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیک تر است دوزداران نهایت گران قدر ما شما در دهه زلحجه قرار داریم دهه یکی از فضایل و فضیلت خاص برخوردار است توجه فرمایین به سخنان عالمانه از دکتر صاحب محمد داوود نسیمی در همین مورد الحمدلله رب العالمین و والسلام علی رسول الامین دوستان بسیار عزیز ما شما در روزهای نزدیک اید قرار داریم و روزهای در روز زلحجه است در روز زلحجه بسیار روزای مبارک است که بسیار انشالله حسنات حاصل کنیم ثواب حاصل کنیم در قرآن عظیم شان در سوره فجر وقتی الله میگه ولیال عشر و دگ... شبهای دگانه قسم میخوره یک تعداد از بافسرین نظرشان است که منظورش زمین در روز اول زلحجه است یعنی اید که از در ده روز دهم ده زلحجه می باشه یعنی در روز پیش از اید به اصطلاح این روزها بسیار روزای مبارک است و پیغمبر صلی الله علیه و بسیار احادیثی در این باره گفته در باره فضیلت که در یک جای میگه که این روزها بسیار محبوب است به نزد الله و در این قدر کارای نیک انجام بده. سوابش بسیار زیاد است کسایی که ده حج میره مانمدار ده دا حج هستن و ده اونجا ده روزه به شکل فوق العاده تجلیل میکنن و روز هشتم باز هشتم ذوالحجه مراسم حج شروع میشه کسانی که حج نمیرن هم در این ده روز بسیار کارهای بزرگ کرده میتونن مثلا اه روزه گرفتن نفلی نمازهای نفلی در نیمه شبها نماز خواندن صدقات دهی در روز قدر که زیاد بتیم به غریب و بیچاره بسیار ثواب خاصه داره و کسایی که میفهمیم که محتاج است ولی دست خود دراز نمیکنن از غیرت از شهامت اونا را پیدا کنیم و برایشان کوشش کنیم کمک برسانیم در بین اقارب خود در بین همسایه های خود دوستای خود این بسیار مسئله مهم است دهی ده, روز زیاد در ذکر الله با. و زیاد الله را از نگاه مختلف از نگاه هدایاتش یاد کنیم و به یاد خود بیاریم و یک ارزیابی کنیم خود بکنیم مخصوصا در روزهای روز مختلفش میتونیم روزه بگیریم مخصوصا روز هشتم روز نوم زلحجه که, که روز عرفه است بسیار مهم است که انشالله کل ما کوشش کنیم که این روزه بگیریم و ثوابش بسیار زیاد است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که مثل که یک سال آدم روزه گرفته باشه یا گناه سال گذشته و سال آینده بخشیده باشه بخشیده شده باشه دیگه در روز روزهای خاص است و همچنان بعض سنت های دیگه که در روز انجام میشه اگر کسی پلان قربانی داره و قربانی باید انشالله انجام بتیم کسایی که تواناییش داره و کسایی که توانایی قربانی رو داره و میخواه توانایی عج انجام قربانی رو انجام بده دیگه ده در روز مثل یک حالت احرام باید داشته باشه یعنی از قطع کردن موی و گرفتن تا ناخون و, و غیره همیارا پیش از می شروع در روز انجام داده باشه و در جریان در روز از قطع کردن تا یا کشتن ایوان چیزا کوشش کنه دوری کنه تا جایی که امکان داره دیگه یعنی در یک حالت خاص آدم در ده در روز میتونه که زندگی کنه و آمادگی بره اید بگیره و ایده به معنای حقیقیش انشالله باز تجلیل کنیم و همچنان در عید قربان قربانی را سرشته کنیم بخیر اگر تواناییش داشته باشیم در دا سوره و انا عطاینا کل فصل فصالی لرب که هر این شعنه که هو لبتر بسیار مفسرین میگه که اینجا وقتی الله میگه که انهر قربانی است دیگه قربانی واجب میشه که برای کسی که تواناییش داره که باید انجام بده اتمن و کسایی که نمیتونه مال دار اونا انشالله قربانی از دگرها میگیرن گوشت یا تقسیم میشه و اگر قربانی کردیم بهتر است که یک برسی میشه به اقارب و یک برسی و میشه برای غربا و یک برسی و میشه برای خود بتیم اما عطمی نیست اگر کسی کلش خودش میخوره یا کلش به غریب میته همی کار هم میتاره لحاظا به بخیر بر روزای اید بیایی که آمادگی بگیریم و عید باز به با منای واقیش انشاالله تجلیل کنیم به فلسفه اصلیش بله روزای و خیر نزدیک است و باید روحا و فکرا و ذهنا خدا برای اید آماده بسازیم اید اید قربان است یعنی قربانی میکنیم گوسفند یا گاو یا شتر به حسابی که میفهمیم که هفت نفر یک جای میشه یا یک نفر و این بسیار معنای بزرگ داره البته ای خون حیوان یا خداوند میگه به الله نمیرسه بلکه تقوای شما به الله میرسه یعنی توجه ما سر اصل مفهومش باشه و معنای قربانی یک گوزفن معنای عزیز که ما بر قربانی های بزرگتر آماده استم ولی قربانی وقت ما قربانی انرژی ما قربانی خواهشات ما به خاطر الله متعال بسیار مهم است که روحی قربانی را رو پیدا کنیم روحی ایثار و فداکاری را پیدا کنیم و ای فصل حج و عید قربان برای ما شما امو روحیه را رو پس تازه می که اگر در طول سال ایثار و فداکاری ما ضعیف شده پس در این وقت ایره تقویه کنیم و واقعا بعد از درای الله هرچی داریم تا عد توان خود در چوکات ادایات الله فداکاری کنیم بسیار انشالله و الله نزدیک تر شده میریم مثلا در نیمه های شب خواب هستیم و به خاطر الله میخیزیم خواب خود قربانی میکنیم یا در نماز صبح به خاطر الله ولو که کم خو کردیم ولو که خو ما پورا نشده میخیزیم قربانی میتیم بخاطر خاطر الله همه در جریان روز که روزه میگیریم به خاطر الله از غذا و چیزا و خواهشات نفسانی و میده خود ما او قربانی میکنیم و همه طور در دیگه آلات مثلا بین دو نفر یک گفتگو میشه و همه بخاطر که گفتگو به جنگ نه انجامه یک مسلمان خوب به اصطلاح اعلام میکنه گف و گمش خیر ما صرف نظر میکنم از گفتگو یا بان کمی آدم بسیار شال از دمی گپ خود یعنی به جنگ و داوا نمیخوایم گپ برسه ای یام یک قربانی است که هر نوع قربانی های دیگه که ما و شما باید در این فصل برای خود تازه بسازیم در راه الله بسیار ان ما را به الله نزدیک تر می سازه خدا من ما و شما را توفیق بده که با روحی قربانی ایده قربانه خیر تجلیل کنیم و در دیگه مسائل ان برای قربانی آماده باشیم خداوند هم ما شما را دیرا توفیق بده آمین یا رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله تشکر که تا ایندم دم تماشاگر برنامه ای ما بودید در اخیر نعتی را داریم تا ای که باز هم در خدمت شما ایزان قرار میگیرم یک و یک شما را به الله یک تامش بارم یا رب زخاب خواب غفلت بیدار کن تو بی کن تمارا مخمور و سرگرانیم اوشیار کن تو ما را کن تو یارا بگر نخالی از درگاه برالی یارا بگر نخالی аз дрگаҳат брони умайди диگарм نе умайди диگарам نе جز روزه سفارا جز روزه سفارا یا رب خواب غفلت بیدار کن تو بیدار کن تو ما را سبا گذر

سلطان انبیاء را سلطان انبیاء دریای رحمت ادرا یا رب جوش و آمد از بندگانی آسی از بندگانی آسی می و ما سوارا می و ما سوارا یا رب خواب غفلت بیدار کن تو ما را بیدار کن تو ما را گفتا ب روز مشر هرکس حساب دارد آنجا ببین محما آنجا ببین مهما جدو وطای مارا جدو وطای مارا ببخشا ما مرا دولت بندگی که فردا نگیریم ز شرمندگی هزاران درود و هزاران سلام ز ما بر جناب محمد علی و سلام سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید اگر می خواهید که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می خواهید که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می خواهید که به چینل یوتیوب ما بپیوندید پس اینجا را فشار دهید